داستان کوتاه اردوگاه سرخپوست ها نوشته ارنست همینگوی ترجمه نجف دریابندری. در ساحل دریاچه یک قایق پارویی دیگر را جلو کشیده بودند. آن دو سرخپوست منتظر ایستاده بودند. نیک و پدرش سوار پاشنه قایق شدند و سرخپوست ها آن را هل دادند و یکیشان سوار شد که پارو بزند. عمو جورج توی پاشنه قایق پارویی اردوگاه نشست. سرخپوست جوان آن قایق را هل داد و سوار شد که عمو جورج را ببرد. هر دو قایق در تاریکی راه افتادند. نیک صدای جاپاروی آن قایق دیگر را می شنید که مقدار زیادی جلوتر از آنها در مه پیش می رفت. سرخپوست ها تند و چابک پارو می کشیدند. نیک به عقب تکیه داده بود و دست پدرش دور او بود. روی آب هوا سرد بود. سرخپوستی که پارو می زد خیلی تلاش می کرد، ولی آن قایق دیگر در تمام مدت توی مه جلوتر بود. نیک پرسید: کجا میریم بابا؟ پدرش گفت: میریم اردوگاه سرخپوست ها. یه خانوم سرخپوستی خیلی مریضه. نیک گفت: آها. آن سر خلیج دیدند که آن قایق دیگر رفته روی ساحل. عمو جورج توی تاریکی داشت سیگار برگ می کشید. سرخپوست جوان قایق را روی ساحل بالا کشید. عمو جورج به هر دو سرخپوست سیگار داد. از ساحل توی یک چمنزاری که از شبنم خیس بود دنبال آن سرخپوست جوان که یک فانوس به دست داشت راه افتادند. بعد وارد جنگل شدند و از کوره راهی رفتند که می‌خورد به جاده چوببری که به پشت تپه‌ها می‌رسید. در جاده چوببری هوا خیلی روشن‌تر بود چون هر دو طرف جاده درخت‌ها را زده بودند. سرخپوست جوان ایستاد و فانوسش را فوت کرد و همه در جاده به راهشان ادامه دادند. به سر یک پیچ رسیدند و یک سگ پارس کنان جلو آمد. جلوتر نور کلبه هایی بود که در آنها سرخ پوست هایی که کارشان کندن پوست تنه درخت ها بود زندگی می کردند. سگ های دیگری به سوی آنها دویدند. آن دو سرخ پوست سگ ها را به کلبه ها پس راندند. در نزدیکترین کلبه به جاده چراغی در پنجره می‌سوخت. پیرزنی در درگاه ایستاده بود و چراغی در دست داشت. آن تو روی یک تخت چوبی یک زن جوان سرخپوست خوابیده بود. دو روز بود که سعی می‌کرد بچه‌اش را به دنیا بیاورد. همه پیرزن‌های توی اردوگاه به او کمک کرده بودند. مردها رفته بودند توی جاده، در تاریکی نشسته بودند و دور از سر و صدایی که آن زن راه انداخته بود سیگار می کشیدند. همان موقعی که نیک و آن دو سرخپوست به دنبال پدرش و عمو جورج وارد کلبه شدند، زن جیغ کشید. روی تخت پایین خوابیده بود، خیلی گنده زیر یک لحاف. سرش به یک طرف چرخیده بود. در تخت بالا شوهرش خوابیده بود. او سه روز پیش پایش را با تبر بد جوری بریده بود. داشت چپق می کشید. توی اتاق بوی خیلی بدی می آمد. پدر نیک دستور داد که قدری آب روی اجاق بگذارند و موقعی که آب داشت گرم می شد با نیک حرف زد. گفت: نیک، این خانوم میخواد بچه بزاد. نیک گفت: میدونم. پدرش گفت: نمیدونی، گوش کن به من. این رو بهش میگن وضع حمل. بچه میخواد بیاد به دنیا، اون هم میخواد بچه رو به دنیا بیاره. همه ی عضلاتش دارن سعی میکنن بچه رو به دنیا بیارن. برای همینه که این زنجیر میکشه.
نیک گفت آها. درست همان لحظه زن فریاد کشید. نیک پرسید بابا نمیتونی یه چیزی بهش بدی که جیغ نکشه؟ پدرش گفت نه من داروی بیهوشی ندارم، ولی جیغهاش مهم نیست، من نمیشنوم چون که مهم نیست. شوهر در تخت بالا به طرف دیوار غلطید. زنی که در آشپزخانه بود به دکتر اشاره کرد که آب داغ شده. پدر نیک رفت توی آشپزخانه و حدود نصف آب کتری بزرگ را توی یک لگن ریخت. چند تا چیز را از توی دستمالی در آورد و انداخت توی آبی که در کتری مانده بود. گفت اینها باید بجوشن. و با صابونی که از اردوگاه آورده بود شروع کرد به مالیدن دستهاش توی لگن آب داغ. نیک به دستهای پدرش نگاه می کرد که با صابون آنها را می مالید. پدرش وقتی که دستهاش را حسابی و با دقت می شست حرف می زد. می دونی نیک، بچه ها باید از سر به دنیا بیان، ولی بعضی وقتها نمی آن. وقتی که نمیان خیلی درد سر برای همه درست میکنن. احتمالاً باید این خانم رو عمل بکنم. یک کمی دیگه میفهمیم. وقتی که از دستهاش راضی شد رفت تو مشغول کار شد. گفت جورج این لحاف رو بکش عقب. من نمیخوام بهش دست بزنم. بعد که شروع کرد به عمل، عمو جورج و سه سرخ پوست زن را نگه داشتند. زن بازوی عمو جورج را گاز گرفت و عمو جورج گفت ماچه سگ، و آن سرخ پوست جوانی که عمو جورج را با قایق آورده بود به او خندید. نیک لگن را برای پدرش نگه داشته بود. کار خیلی طول کشید. پدرش بچه را بلند کرد و به پشتش زد که نفس بکشد و او را به پیر زن داد. گفت میبینی پسر نیک، خوشت اومد که انترن بودی؟ نیک گفت خوب بود. نگاهش را برگردانده بود که نبیند پدرش چه کار دارد میکند. پدرش گفت خب حالا درست شد، و یک چیزی را توی لگن گذاشت. نیک نگاه نکرد. پدرش گفت خب حالا باید چند تا بخیه بزنی. نیک تو میتونی تماشا کنی یا نکنی، هر جور که بخوای، من اونجایی رو که شکافتم میدوزم. نیک نگاه نکرد. مدتها بود که دیگر آن حس کنجکاوی را نداشت. پدرش کار را تمام کرد و بلند شد ایستاد. عمو جورج و آن سه سرخ پوست هم ایستادند. نیک لگن را برد توی آشپزخانه گذاشت. عمو جورج به بازوش نگاه کرد. سرخ پوست جوان یادش افتاد و لبخند زد. دکتر گفت من یکم پروکسید روش میمالم جورج. روی زن سرخ پوست خم شد. زن حالا ساکت بود و چشمهاش بسته بود. رنگش خیلی پریده بود. هیچ خبر نداشت که چی به سر بچه آمده. دکتر گفت من صبح برمیگردم، و پا شد ایستاد. طرف ظهر پرستار از بیمارستان سان اینیاس میاد و هر چی لازم داریم با خودش میاره. احساس سرخوشی میکرد و زیاد حرف میزد، مثل فوتبالیست ها توی رختکن بعد از بازی. گفت جورج این برای مجله پزشکی خوبه، عمل سزارین با چاقوی جیبی و دوختش با 9 فوت نخ تابیده ماهیگیری. عمو جورج پشت به دیوار ایستاده بود، به بازویش نگاه میکرد. گفت آه تو مرد بزرگی هستی، معلومه. دکتر گفت باید یه نگاهی به پدر پر افتخار هم بکنیم. پدرها معمولاً در اینجور قضایای کوچولو از همه بیشتر اذیت میشن. باید بگم که همه چیز رو با سکوت تحمل کرد. پتو را از روی سر سرخ پوست پس زد.
دستش را که پس کشید تر بود. با چراغ در یک دست روی لبه تخت پایینی بالا رفت و نگاه کرد. سرخ پوست رو به دیوار خوابیده بود. گلویش گوش تا گوش بریده شده بود. خون در گودالی که بدنش روی تخت درست کرده بود جمع شده بود. سرش روی دست چپش بود. تیغ باز سر بالا روی پتو بود. دکتر گفت: جورج، نیک رو از کلبه ببر بیرون. احتیاجی به این کار نبود. نیک که توی درگاه آشپزخانه ایستاده بود تخت بالا را خوب می‌دید. وقتی که پدرش چراغ به دست سر مرد را برگرداند. وقتی که در جاده چوب بری به طرف دریاچه برمیگشتند هوا داشت تازه روشن می‌شد. پدرش گفت: من خیلی متاسفم که تو رو آوردم نیکی. حالا تمام سرخوشی بعد از عملش رفته بود. تو رو تو وضع خیلی بدی گذاشتم. نیک پرسید: زنها موقع زاییدن همیشه همینقدر درد میکشن؟ پدرش گفت: نه، این خیلی خیلی استثنایی بود. نیک پرسید: بابا، اون چرا خودش رو کشت؟ پدرش گفت: من نمیدونم نیک، گمونم طاقتش رو نداشت. نیک گفت: بابا، خیلی از مردها خودشون رو میکشن؟ پدرش گفت: خیلی نه نیک. نیک پرسید: زنها چطور؟ پدرش گفت: تقریبا هیچ وقت. نیک گفت: زنها هیچ وقت خودشون رو نمیکشن؟ پدرش گفت: خب چرا، گاهی میکشن. نیک گفت: بابا. پدرش گفت: بله. نیک گفت: عمو جورج کجا رفتش؟ پدرش گفت: الان پیداش میشه. نیک پرسید: مردن سخته بابا؟ پدرش گفت: نه، گمونم خیلی هم آسونه نیک، فرق میکنه. توی قایق نشسته بودند. نیک در پاشنه قایق نشسته بود. پدرش پارو می کشید. خورشید داشت از تپه ها بالا می آمد. یک ماهی خاردار پرید و دایره‌ای روی آب درست کرد. نیک دستش را در آب می کشید. در سرمای گزنده صبح گرم بود. در آن اول صبح روی دریاچه که در پاشنه قایق نشسته بود و پدرش پارو می کشید، یقین داشت که هرگز نخواهد مرد.